سلام دوستای خوبم، حمیدم از کانال MTT. امروز قصد داریم در مورد کسایی که دوست دارن از طریق اینترنت یا فضای مجازی کسب درآمد بکنن صحبت بکنیم. یکی از مواردی که پیش نیاز هستش تا شما بتونید از طریق فضای مجازی یا کسب درآمد اینترنتی پول مجازی رو چنج بکنید و یا به اصطلاح به کیف پول الکترونیکیتون واریز بکنید، داشتن یه حساب کیف پول مجازی هستش که یکی از این کیف ها رو میشه که تقریبا میشه معتبرترین و جزو کم کار و مزدترین گروه های این دسته به حساب میان رو بهتون معرفی بکنم. این کیف پول پایر هستش. برای اینکه شما بتونید کیف پول پایر رو داشته باشین، امروز به صورت جز به جز آموزش ساخت کیف پول پایر رو خدمتتون اعلام میکنیم و دوست داریم که بتونید شما از طریق این کیف پول تمام فعالیت های مجازی که انجام میدید، کسب درآمدی که انجام میدید رو واریز بکنید و حتی روش برداشت و چنج رو هم خدمتتون اعلام میکنیم. در مرحله اول شما برای اینکه بتونید کیف پول پایر رو در اختیار داشته باشید، payer.com رو تایپ میکنید و وقتی گزینه اینتر رو بزنید با یه همچین صفحه مواجه میشید. در این قسمت اولش از شما یه ایمیلی رو میخواد که شما ایمیل خودتون رو وارد این قسمت میکنید و از طریق ایمیلتون، در حقیقت این ایمیلی که شما اعلام میکنید به این حساب، پسورد و گزینه هایی میاد. پس سعی کنید از ایمیلی استفاده بکنید که فعال باشه تا در آینده دچار مشکل نشید. وقتی شما ایمیل رو به صورت کامل وارد این قسمت میکنید، به این شکلی که میبینید وقتی زدید، گزینه اکانتتون فعال میشه که بتونید گذر بکنید وارد بخش دوم این قسمت بشید. یه چند ثانیه طول خواهد کشید تا وارد یه همچین صفحه میشید. تو این قسمت ازتون یه کد میخواد. این کد به همون ایمیلی که شما اعلان کردید براتون ارسال خواهد شد و زمانی که کد رو دریافت کنید حدود 5 تا 10 ثانیه طول میکشه تا این کد براتون ارسال بشه. زمانی که کد رو دریافت کردید، گرچه هنوز برای من کد رو ارسال نکرده، منتظرم تا کد رو دریافت کنم. متاسفانه خب توی این رسمت من هنوز کد یه بار دیگه من جیمیلمو باز بکنم تا ببینم کد ارسالی. خب کد اومده، واردش میکنم. زمانی که کد رو بزنید، گزینه پایین رو فشار میدید و وارد صفحه دوم میشید. صفحه دوم شما در حقیقت رمز میخواد ازتون. ببینید دوستان، در مورد قسمت رمز سعی کنید دقت بکنید. هر رمزی رو که قرار هست استفاده بکنید، بهتر به این هستش که اهم از حروف کوچیک، بزرگ و اعداد باشه که لحاظ امنیتی شما بتونید اون رمزی رو که دریافت میکنید امنیت بالایی داشته باشه و در حقیقت از این طریق از هک سیستمتون و حسابتون جلوگیری بکنید. حالا من قسمت رمز رو میذارم، فقط یک کلمه به این اضافه میکنم چون تو قسمت آموزش هستیم، برای حساب اصلیم نیستش. توی قسمت سوم که میبینید اینجا الان آبی هستش،
این کدی که وارد میشه، یعنی این کدی که وجود داره، یه کدی هستش که سعی کنید یه جا اون رو حفظ بکنید، چون در صورتی که رمز رو فراموش کنید، این کد هستش که شما امکان خواهید داشت دوباره به حسابتون دسترسی پیدا بکنید، و اگر این کد رو نداشته باشید، در حقیقت حسابتون کلاً از بین خواهد رفت و دسترسی نخواهید داشت. تو قسمت چهارم اکان نیمتون هستش که در حقیقت اینی که در به صورت پیشفرض قرار گرفته همون شماره حساب شما خواهد بود. پس بهتر به اینه که اصلا این رو تغییری ندید درش و بذارید به همین حالت بمونه، چون دائما با حسابتون شما کار دارید و خب این دقیقا هر لحظه جلوی شما خواهد بود و مشکلی هم نخواهید داشت. بعد اینکه کارهای این قسمت رو برای خودتون انجام دارید، پسوردتون دوباره پسوردتون رو این قسمت دوم وارد میکنید، این که سیکرت کدتون هست، هر کدی رو که دوست دارید میذارید، یا اینم که شماره یعنی اکانت نیمتون یا همون شماره حساب بانکیتون به حساب میاد، کیف مجازیتون. نکست رو که بزنید وارد قسمت بعدی میشید. تو این قسمت از شما نام، اینها رو هم دقت کنید، حتما سعی کنید چیزی رو که وارد میکنید مشخصات درست و کاملتون باشه، چون تو قسمت‌های بعدیش از شما اطلاعاتی رو میخواد که اگر شما به هر دلیلی این رو اشتباه زده باشید، نمیتونید از حسابتون برداشت یا دریافت بکنید و دقیقا حسابتون بلا استفاده میشه. حالا من تو قسمت توضیحاتی که بعداً خواهم داد توی خود سایتش بهتون میگم چرا این قسمت اقام مهمه که اطلاعات شما به صورت کامل و دقیق باشه. کشورم که ترکیه، حالا شما هر کشوری که هستید البته IP دستگاهتون شناسایی میکنه و از طریق اون وارد میشید. یه نکته هم در نظر بگیرید، اگر قرار هست از فیلتر شکن استفاده بکنید برای ورود به بعضی از سایت ها، سعی کنید از فیلتر شکن های استفاده بکنید که به صورت ثابت یک IP رو نشون بده، چون شما اگر با IP های مختلف وارد بشید، احتمال داره سیستم شما رو به عنوان هکر محسوب بکنه و دسترسیتون رو مسدود بکنه. این نکته حتما دقت داشته باشیم. خب الان ما وارد سیستممون شدیم. این حساب صفحه اصلی حساب هستش که همونجور که میبینید شما انواع کیف پول ها رو میبینید، دلار هست، یورو هست، روبل هست، بیت کوین یا واحد های پول هایی که استفاده میشه اکثرا در این قسمت وجود داره. همونجور که گفتیم اکانت نامبرتون دقیقا همین شماره حسابتون هستش که در این قسمت شما دارید و میتونید کپی بگیرید ازش و برای کسی اگر میخواید ارسال بکنید استفاده بکنید. ولی برای اینکه شما حسابتون به صورت کامل فعال بشه، توی این قسمت تنظیمات میای، تو قسمت پروفایل باید برید. شما زمانی که وارد پروفایل میشید، در حقیقت تو این قسمت قراره که شما اون اکانتتون رو به صورت کامل تایید بکنید تا بتونید ازش استفاده بکنید، برداشت کنید، دریافت کنید. و توی این قسمت هم مثل قسمت های قبل شما یه سری اطلاعاتی رو که وارد میکنید، تاریخ تولد یا هر چیزی رو که میزنید، اسم فامیلی، کشور، تاریخ تولد و چیزایی که ازتون خواسته شده رو میزنید. زمانی که نکس رو بزنید به قسمت بعدی میدید که از شما یه اطلاعاتی رو میخواد. حالا ما کشور رو که زده ترکیه مثلا، حالا شهر رو میزنیم ترابزون. حالا اینها رو هم به صورت همین جوری، چون این حساب فقط برای آموزش حساب اصلی من نیستش، براتون میزنیم که وارد قسمت های بعدیش بشیم. کد پستیتون هم البته من الان حضور ذهن دقیق ندارم کد پستیم چیه، ولی خب یه چیزی رو میزنید که فعلا آموزش شما بدیم. البته شما اطلاعات دقیق بهش بدید که حسابتون دچار مشکل نشه. کانتری هم که همون ترکیه هستش. و شما زمانی که اطلاعات دقیق رو بدید، یه گزینه‌ای رو براتون میاره که حالا یا شما
شماره پاسپورتتون یا البته کارت ملی ایران رو بعید میدونم قبول بکنن، ولی از طریق شماره پاسپورت یا حساب بانکیتون اگر بتونید تاییدش رو بگیرید از قبیل یه فیش آب برق گاز که به نام خودتون باشه و سعی کنید حد اکثر 1 تا 2 ماه از واریز اون گذشته باشه که دچار مشکل نکنتتون و بتونید اون واریز رو انجام بدید. زمانی که شما واریز رو انجام اون عکس رو آپلود میکنید براشون، حساب شما به صورت کامل برای اونها فعال میشه و شما در حقیقت میشه گفتش که تمام فعالیت هایی که انجام میدید دیگه به صورت آزاد هستش و اکتیو حساب شما به اصطلاح. تو این قسمت به شما موجودی حسابتون رو نشون میده که هر کدوم مثلا چند دلار، روب، یورو یا واحدهای پولی مجازی رو براتون میاره و شما از طریق این دسترسی دارید به صورت سریع به اطلاعاتتون، اینکه در حقیقت صفحه اصلیتونه. این قسمت بالا رو که میبینید توی یه قسمت اینجا خودش زده گزینه دانلود رو بهتون داده که این اطلاعاتتون رو دانلود بکنید تا گم نشه، تا بتونید دوباره دسترسی داشته باشید به حسابتون. و در مرحله اول شما تا 999 دلار در روز میتونید با این نوع اکانت فعالیت خودتون رو انجام بدید، مبادله کنید. اگر میخواید به صورت بالاتر این مبلغ رو انجام بدید، تاییدیه های سایتش رو باید بگیرید، مثل همون مدارک شناسایی که بتونید انجام بدید. توی قسمت دومی که مثلا ما میریم، گزینه دومش یه علامت مثبت هستش که دقت بکنید. توی این قسمت شما میتونید حسابتون رو شارژ بکنید. اینجا مثلا زده دلار، میگید خب با یه مثلا دلار میخواید شارژش بکنید، چند دلاره، یا مشخصات تمام واحدهای پولی رو وقتی روش بزنید براتون میاره. سیستم رو مثلا افرادی که خارج از کشور هستن مطمئنا حالا یا ویزا کارت، مستر کارت یا کریدیت کارت یا حالا با کارت هایی که دارن میتونن انجام بدن. هر کارمزدش هم 3.99% براتون کارمز رو مشخص میکنه. کارمزدش پایینه، مثلا اینجا ما میزنیم 1 دلار رو میخوایم تبدیل کنیم، 1.6 میشه کارمزدش، یعنی به صورت کامل میاره. وقتی زدید میتونید گزینه اد رو بزنید و در حقیقه باید این قسمت میشید، مشخصات میاره که پایر داره چه عملی رو انجام میده، 1.6 هستش. زمانی هم که این قسمت رو شما پر بکنید، وقتی مرحله اول یعنی اولین بار یه همچین کاری رو قراره انجام بدید، از شما تاییدیه کارتتون رو میخواد و شما برای اینکه این تاییدیه کارت رو بگیرید دوباره براتون اون ایمیلی رو که وارد کردید ازتون براتون توی اون یه ایمیل میفرسته که کارت رو تایید بکنید و در حقیقت عکس کارت که دارید این کار رو انجام میدید برای یک بار از شما خواهد خواست که اون کارت دیگه برای همیشه برای شما تایید میشه و شما از طریق اون کاراتون رو میتونید انجام بدید. چیز خاصی نداره، فقط همون تاییدیه کارت برای یک بار هم هستش که شما انجام میدید و بعد اون دیگه تاییدیه از کارت شما خاصه نمیشه. توی قسمت دومش که بیایم اون در مورد واریز بود، شارژ کارتتون بود، این در مورد قسمت دومی در مورد انتقال به حساب هر کسی که شما میخواید تو سراسر جهان براش انجام بدید که از طریق پایر یا نوعهای مختلفی که خودش مشخص کرده و شما میخواید مثلا میخواید از طریق دش بریزی یا هر چیزی توی این قسمت انجام میدید. تو هر کدوم هم کارمزدش متفاوته که میاره براتون و میشه اینجا مشخصات مقابل رو اعلان کرد، مبلغ رو میزنید و مثل همون مرحله بالا اون در حقیقت واریز بود به حسابتون، شارژ کارت حسابتون بود. این برای واریز کردن هست تو قسمت دوم. تو قسمت سومش که برید بیشتر در مورد ترید کردن البته ارزهای دیجیتال رو کامل اینجا اگر دقت بکنید براتون میاره
که چه نوساناتی داشته، چه قیمتهای بالا پایین میشه، به چه شکلی شما میتونید برداشت بکنید، پولتون رو تبدیل بکنید، به چه نوع پولی میخواین تبدیل بکنید و مراحل مختلفی داره که در لحظه شما میتونید پول رو واریز یا دریافت بکنید درش. یعنی در حقیقت اون حساب شما مثلا از یه جایی کسب درآمد کردید، پول تو پایرتون اومده، مثلا روبله میخواید یورو بکنید، تو این قسمت میایید و میتونید این خرید فروش یا تبدیل ارزتون رو اصلا انجام بدید و تو فاصله 5 تا 10 ثانیه خود حساب شارژ میشه و تغییر میکنه اون پولی که دارید در داخلش. قسمت بعدیش هم در حقیقت همون فعالیت رو بهتون میده، با این تفاوت که در لحظه توی این قسمت ارزش واحد پولی رو بهتون نشون میده که الان اون پولی که شما مثلا بیت کوین اگر میخواین تبدیل کنید به دلار چقدر هستش، و این دقیقا لحظه ای هست. اون یکی به صورت نموداری بود، تو این یکی به صورت لحظه اون واحد پول خاصی رو که انتخاب کردید رو تو قسمت سومی بهتون نشون میداد. تو قسمتی هم که یه حالت علامت ساعت مانند داره کل فعالیتاتون رو نشون میده، استوری حسابتون در حقیقت هستش. تو قسمت آخر هم اگر دقت بکنید این توضیحاتی است که کمپانیایی که دارن باهاش کار میکنن به چه شکلی هستش و ارزهایی که جابجا میکنن. ببینید حساب پایر جزء محدود حسابهایی است مثل پیپل که تقریبا میشه گفت اکثر فعالیت های فضای مجازی و کسب درآمدهای اینترنتی رو پوشش داده، و چون خودش هم کیف پولها رو به صورت کامل ایجاد کرده، شما خیلی راحت میتونید نقل و انتقال مالیتون رو انجام بدید. مثلا تو قسمت یورو برید، من بخوام از واریز بکنم، کاملا مشخص هستش به صورت برداشت، دریافت، هر کدوم گزینه ها رو خودش براتون به تفکیک اوورده. حالا یه زمانی هم اگر توی این برنامه رفتید، باز بعضی از گزینه ها شاید بعضی از دوستان علاوه زبان انگلیسی حالا فکر کنن یه مقدار مشکل هست تا جا بیفتن با این سیستم کار کردن، میتونید مترجم گوگل هم که استفاده بکنید خیلی راحت براتون این گزینه ها رو میاره و ترجمه میکنه و متوجه میشید هر قسمتش دقیقا از شما چه گزینه ای رو میخواد. این کل فرایند حساب پایر هستش که در حقیقت میشه گفت تمام کیف پولهای مجازی و اینترنتی که شما استفاده میکنید توی همچین سبکی وجود داره. حالا من توی یه ویدیوی آموزشی پیپل هم خدمتتون آموزش خواهم داد تا بتونید استفاده کنید. ببینید هر کسی که توی این شرایط یعنی توی کار اینترنتی، کسب درآمد اینترنتی بخواد باشه، حتما نیاز به یک کیف پول الکترونیکی داره و پایر یکی از معتبرترین ها هستش. البته سایت های معتبر دیگه ای هم هستند و در نهایت هم شاید بعضی از این سایت ها یه سری پول ها رو پوشش میدن یا با یه سری از به قول معروف سایت ها فعالیت میکنن و شاید هم نکنن. بنابراین شما دو مدل، سه مدل کیف پول الکترونیکی که داشته باشید، تقریبا هر نوع فعالیت تجاری که تو اینترنت بکنید رو میتونید از این طریق داشته باشید و انجام بدید. در نهایت هم هر زمان خواستید خارج بشید این گزینه لاک آوت رو میزنید و حسابتون رو میبندید. امیدوارم که این ویدیوی آموزشی براتون مثمر ثمر واقع بشه. حالا ما از طریق سایت هاش هم، سایت های کسب درآمدی که تست شده و درآمد رو کسب کردیم، هم سعی میکنیم آموزش هایی رو براتون بذاریم. اگر سوالی چیزی بود بپرسید، کامنت بذارید، حتما پاسخ خواهیم داد. یکی از کارهایی که شما بتونید یه تقریبا درآمد خوب از طریقش داشته باشید همین کسب درآمدهای اینترنتی هستش و سعی میکنیم جز به جز با همدیگه جلو بریم تا با روش کار این سایت ها آشنا بشید. اگر کانال ما رو
سابسکرایب نکردید خواهش میکنم همین الان سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو بزنید و اگر هم دیدید که سوالی ده حتی در مورد همین ویدیو براتون ایجاد شده کامنت بذارید جوابتون میدم. امیدوارم که روز خوب و پرباری داشته باشید. خدا نگهدارتون.